آریانا انقلاب در عرصه تدریس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به سلسله درسای ریاضی. امیدوارم به جور ساتمن باشین و درسای ریاضی را از ابتدا کتان به شوق و ذوق تعقیب کرده باشین. تشکر فراوان به خاطر نظریات نیکتان و تشویقتان که دوستای عزیز در صفحات مجازی بسیار تشویق میکنن. انشاءالله کوشش میکنم که درس‌ها را به زودی برتان به اتمام برسانم، حساب به حد نصیب مستطاع و کل چیزا را به میشکر. کوشش کنید دوستای عزیز در این چنل تمام درس‌ها را کتان تکرار کنیم. کیمیا را، فیزیک را، بخش ساینس یعنی تمامش، بخش ریاضی کلش موجود است. نظریات نیکتان را با ما شریک کنین و کوشش کنید درس‌ها که برتان میرسه به دوستای دیگه‌تان هم برسانید تا در صدقه جاریه کل ما شریک باشیم. دوستای عزیز، در درس قبل ما شما درباره قاسم و مضرب گپ زدیم. امیدوارم کوریات گرفته باشین و در کتابچه کت خود نوٹ گرفته باشین. امروز بخیر ما شما عنوان را که میخوانیم و عبارت از بزرگترین قاسم مشترک است. قاسم مشترک یا برش چی میگه؟ جی سی دی میگه برش، یا هم برش چی میگه؟ اچ سی اف برش میگه. بشکل بزرگترین قاسم مشترک دوستای عزیز در ریاضی به شکل ب قاف میم ما شما در بعضی کتابا نوشته میکنه، ب قاف میم نوشته میکنه، یا جی سی دی برش میگه یا اچ سی اف برش میگه. چی را میگن؟ میگه بزرگترین قاسم مشترک دو یا چند عدد عبارت از عددی است، عبارت از بزرگترین عددی است که تمام اعداد داشته بالاش پوره تقسیم شوند. یعنی در بین کل اعداد قاسمایش بزرگترین عددی که اعداد داشته بالاش پوره تقسیم شوند، امور به نام بزرگترین قاسم مشترک یاد میکنه. مثلا ما شما به پیش سوال داده بودیم، مثلا اگر ما شما یک سوال داشته باشیم به شکل 8 16 و 32 سیستم، بزرگترین عددی که دوستان عزیز، بزرگترین عددی که این سه عدد بالاش پوره تقسیم میشه، بزرگترین عدد او 8 است. کوچک دیگه هم وجود داره، مثلا 4 هم ار سی بالاش پوره تقسیم میشه، 2 هم ار سی بالاش پوره تقسیم که درس قبلی رو خوب مفصل سرش گپ زدیم که در بین از یا بزرگترین عدد چی است؟ بزرگترین عدد اینی 8 است و این بزرگترین عدد که 8 است امیر به نام چی یاد میکنه؟ بزرگترین قاسم مشترک. یعنی در بین از یا بزرگترین عدد امی 8 است که امی اعداد داداشته 8 و 16 و 32 بالاش پوره تقسیم میشه، امیر به نام جی سی دی، اچ سی اف و بزرگترین قاسم مشترک یاد میکنه. یعنی اولین کاری که ما شما میگیم تعریفش یاد میگیریم. تعریفش چی رقم است؟ بزرگترین قاسم مشترک چندین عدد عبارت از بزرگترین عددی است. یعنی در بین از یا بزرگترین عدد امی است، بزرگترین عدد است که اعداد داداشته بالاش پوره تقسیم شوه. سیست؟ این تعریفش است. امروز ما شما تعریفش رو یاد گرفتیم، عالمیم طریقای دریافتش پیدا میکنیم که چی رقم ما شما بزرگترین قاسم مشترک چند عدد پیدا کنیم. در ریاضی بسیار مهم است، در بخش حساب سوالش بسیار فراوان موجود است، در کتاب مکتب، در کتابای کورس حتما موجود است و در وقت پیش که سوال کنکور از حساب میامد، سوال کنکور هم کت خود داره. به خاطر که بزرگترین قاسم مشترک دوستای عزیز پیدا کنیم، چند طریقه داریم. طریقه اولی که ما شما میخوانیم، طریقه اول که ما شما میخوانیم دریافت نشته میکنیم، دریافت بزرگترین یا راست نشته میکنیم بزرگتر جی سی دی، جی سی دی با کمک، با کمک قاسم های مشترک، با کمک قاسم های مشترک. یعنی طریقه اول مایی است که ما در این طریقه اعدادی که به ما داده میشه از هر عدد قاسمایش پیدا میکنیم، کلش از هر عدد جدا جدا پیدا میکنیم، نشته میکنیم. باز میبینیم که در بین اعداد که قاسمایش پیدا کردیم کدام اعداد مشترک است. اعدادی که دوستای عزیز مشترک است در بین از یا بزرگترین شرقه میکنیم. اما بزرگترین عدد عبارت از چی است؟ بزرگترین قاسم مشترک از یاست. مثلا چی رقم دوستای عزیز؟ به ما عدد داده شده که 8 8 16 و 32 بزرگترین قاسم مشترکش رو بگویید. یعنی سوال به ما گفته میشه، سوال به ما گفته میشه که جی سی دی اعداد مثلا 8 16 و 32 را دریابید. گفتیم دوستای عزیز در این طریقه اولین کاری که میکنین هر عدد قاسمای مشترکش رو پیدا میکنین. مثلا نشته میکنین اول عدد چنده؟ 8. قاسمای مشترک عدد 8 پیدا میکنین دوستای عزیز.
قاسم های مشترک عدد 8 کس، یعنی کدام عدد است که عدد 8 بالش پوره تقسیم میشه؟ یکی خو یک است که 8 بالش پوره تقسیم میشن، دیگه عدد 2 است، دیگه عدد 4 است و دیگه عددش چند است؟ 8 است. یعنی این 4 عدد است که 8 بالش پوره تقسیم میشه، پس عدد 8 کس دارای 4 دانه قاسم میباشه. قاسم های عدد نشده کردیم. دوم میم به قاسم های چند؟ 16 را نشده میکنیم. قاسم های 16 دوستای عزیز، مثلا 1 16 بالای 1 میشه، بالای 2 میشه، بالای 4 میشه، بالای 8 میشه، بالای 16 هم میشه. یعنی قاسم های عزیز هم پیدا کردیم. دیگه میم دوستای 32 را قاسم هاش پیدا میکنیم. قاسم های عدد 32 که از دوستای کی که است؟ مثلا 32 بالای کدام عدد پوره میشه؟ تقسیم میشه بالای 1 پوره تقسیم میشه، بالای 2 پوره تقسیم میشه، بالای 4 پوره تقسیم میشه، بالای 8، بالای 16 و بالای چند؟ 32. بالای 32 پوره قابل تقسیم می باشه. یعنی در مرحله اول ما شما آمدیم دوستای عزیز، قاسم های هر عدد جدا جدا جدول کردیم، پیدا کردیم. حالا چی میکنیم دوستای عزیز؟ میایم در بین از یا قاسم های مشترکش پیدا میکنیم. کدام اعداد در بین از یا مشترک است؟ مثلا نشته میکنیم اعداد مشترک، یعنی اعداد مشترک در بین از یا کدام اعداد مشترک است؟ یعنی قاسم ها کدام اعداد مشترک هستند؟ یکی میبینیم که یک در کلش است، نه بس یک رقم میکنیم، دو در کلش است دو رقم میکنیم، چهار در کلش است چهار رقم میکنیم، هشت در کلش است هشت رقم میکنیم، 16 در کلش نیست فقط در دو دانه سیره نمیگیریم و 32 در فقط یک دانه چوره نمیگیریم، امیر حل میکنیم. پس ما شما قاسم های مشترکی ای اعداد گرفتیم که اعداد کدام قاسم های مشترک داره که 4 دانه است در بین از یا 1 است 2 است 4 است و 8 است. دوستای عزیز قاسم مشترک یا بزرگترین قاسم مشترک از نامش مول بزرگترین قاسم مشترک، یعنی قاسم های مشترک است. بزرگش کیست؟ بزرگش 8 است. پس ما و شما میگیم بزرگترین قاسم مشترک یاد چند است؟ 8 است. بیشتر هم حلقه کرده بودیم که کدام عدد بود؟ 8 بود. یعنی به این طریقه ما میتونیم این عدد پیدا کنیم. ان شاء الله فهمیدین دیگه. دیگه مثلا عدد دیگه را به ما دادن میتن، مثلا به ما میگه HCF اعداد 40 و 60 را دریابید. 40 و 60 یعنی بزرگترین قاسم مشترک اعداد 40 و 60 را دریابید. عدد را بگوین که هم 40 بالش پوره تقسیم شود و هم 60 بالش پوره تقسیم شود و از او که دیگر عدد کلان نباشه که دو عدد بالش پوره تقسیم شود. گفتم طریقه مائتو است که اول میریم اعداد را پیدا میکنیم که 40 و 60 بالش پوره تقسیم شه. مثلا میریم قاسم های 40 را پیدا میکنیم. کدام عدد است که 40 بالش پوره تقسیم میشه؟ میگیم اول عددی که 40 بالش تقسیم میشه 1 است، دوم عددش 2 است، سیومش مثلا 3 نیست، 5 است، بالای 5 پوره تقسیم میشه، بالای 8 پوره تقسیم میشه، بالای 10 پوره تقسیم میشنیم، بالای دیگه چند؟ بالای کدام عدد؟ بالای 20 پوره تقسیم میشه، بالای 40 پوره تقسیم میشنیم. این اعدادی هستن که 40 بالش پوره تقسیم میشن، یعنی 40 دارای 1 2 3 4 5 6 7 8 عددی قاسم داره، یعنی بالای 7 عدد پوره قابل تقسیم است. دوم گپ کس عدد چند میگیم؟ عدد 60 میگیم. عدد 60 کدام قاسم هاش است؟ مثلا 1 60 بالای 1 میشه، 60 بالای 2 میشه، 60 بالای 3 میشه، 60 بالای 5 میشه، بالای 6 هم میشه، مثلا بالای 8 نمیشه، 3 بالای 10 میشه، بالای 10 میشه، بالای 15 میشه، بالای 20 میشه، بالای 40 نمیشه، دیگه بالای 30 میشه و دیگه بالای خود چند میشه؟ خود 60. بالای یادات پوره تقسیم میشه. یعنی 60 داره چند قاسم است؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یعنی 10 دانه عددی است که 60 بالش پوره قابل تقسیم است. قاسمایش پیدا کردیم. حالا چی میکنیم دوستای عزیز؟ در بین قاسمای اعداد مشترکش حلقه میکنیم. اینجا نشته میکنیم مشترک، یعنی اعداد مشترک شه حال حلقه میکنیم. کی مشترک؟ مشترک است 1 در 2 است 1 حلقه میکنیم، 2 در هر 2 است 2 حلقه، 5 در هر 2 است 5 حلقه، 8 در هر 2 نیست 10 در هر 2 است 10 حلقه، 20 در هر 2 است 20 حلقه میکنیم، 40 در اونجا نیست، پس همینجا گپ ما خلاص شد. یعنی اعدادی که مشترک بودن کلش ما شما در اینجا دلز گرفتیم. این اعداد که هستن دوستای مشترک هستن، یعنی قاسم های مشترک هر دویش است. 40 بالای از یا پوره تقسیم میشه و 60 هم بالای از یا پوره تقسیم میشه. سیز دهی دوستای ما بزرگش میگیریم. بزرگش کیست؟ 20 است. خیلی امی عبارت از بزرگترین قاسم مشترکی اعداد است. یعنی حلقه میکنیم که عدد چی است؟ عدد 20 است. یا بخور رسیدن نه. مثلا سوال دیگر هم براتون کار میکنم دوستای عزیز. میگه جی سی دی اعداد 24 و 36 را دریابید. 24 و 36 را دریابید. اینا شما هم قول دیگه ویدیو را استاد کرده میتونید، خودتان عمل کرده میتونید. اگر نیمه براتان به شکل علش میکنم، اول 24 قاسم هایش هم میگیم. قاسم های 24 کیو کی است؟ 24 بالا 1، یعنی 24 بالا 1 میشه، بالای 2 میشه، بالای 3 میشه، بالای 4 میشه، بالای 5 نمیشه، بالای 6 میشه، بالای 6 میشه، نیم بالای 7 نمیشه، بالای 8 میشه، بالای 9 نیست، بالای 12 میشه و بالای خود 24 میشه. یعنی این عدد
قاسمای 24 است. میام سر قاسمای 36 گپ میزنیم. 36 القمه کنیم چیست؟ 36 بالای 1 میشه، بالای 2 میشه، بالای 3 میشه، بالای 4 هم میشه، بالای 6 هم میشه، بالای 8 خونه میشه، بالای 9 میشه، بالای 12 میشه، بالای دیگه چند میشه؟ بالای 12 دیگه عددی که بالاش پوره تقسیم میشه چند است؟ بالای 18 میشه و بالای خود 36 میشه. این اعداد عبارت از قاسمایش است. حالا میم اعداد مشترکش حلقه میکنیم. اعداد مشترک از یا کی کیستن؟ یک ده هر دویش است، حلقهش میکنیم یک. دو ده هر دویش است، سه ده هر دویش است، چهار ده هر دویش است، شش ده هر دویش است، هشت نیست، نو ده اینجا، دوازده ده هر دویش است، نیم؟ دوازده ده هر دویش است، 24 هم در دویش نیست، اینجا حلقهش میکنیم. سیز؟ اعدادی که مشترک بودن، یعنی اعدادی که 24 و 36 هر دویش بالای پوره تقسیم میشه. بزرگترین از یاد دوستای زی چند است؟ 12. پس عبارت است این بزرگترین قاسم مشترک جی سی دی از دو عدد چند است؟ 12. عدد 12 را برش میکنیم، حلقه میکنیم. این بود این دوستای طریقه اول. به این طریقه ما شما بسیار راحت به این طریقه بزرگترین قاسم مشترک اعداد عزیز روش اول خود انشاءالله یاد گرفتین. میایم بعد طریقه دومش یا روش دومش. دوم شما را دور حلقه میکنیم. مثلا دریافت جی سی دی براوش تجزیه. براوش تجزیه دو طریقی که ما شما میاییم به اون طریقه میریم جی سی دی رو پیدا میکنیم و یک خوب طریقه است، یعنی بگه یاد میگیریم بهترین طریقه سوال از رشل شوند. او طریقه تجزیه است. در طریقه تجزیه دوستایی چی میکنین؟ سکر بسیار آسان، هر عدد میگیریم جدا جدا تجزیه میکنین. هر عدد جدا جدا تجزیه. وقتی تجزیه کردین با شکل طاقت نشتیش کردین، میگه اعدادی که در بینشان مشترک است یک رقم است. عددش میگیرین، در بین مشترک عددی را میگیرین که از همه کده توانش کوچک باشه، در بین کلش توان کوچک داشته باشه و چیزی که مشترک نباشه او را نمیگیرین. سه مرحله. مرحله اول تجزیه میکنیم، مرحله دوم چیزی که مشترک از خردش میگیریم، مرحله سوم چیزی که مشترک نیست نمیگیریم. مثلا چی رقم؟ ببینید دوستان عزیز، سوال به ما شما داده میشه، میگه جی سی دی اعداد 80 و 120 دریافت کنید. سیز از این عدد پیدا کنید. ما شما میگیریم 80 میگیریم تجزیه میکنیم. اول بالای 2 میشه 40، باز بالای 2 میشه 20، باز بالای 2 میشه 10، باز بالای 2 میشه 5، باز بالای 5 میشه 1. میم سر عدد 120 هم تجزیه میکنیم. بالای 2 میشه مثلا 60، باز بالای 2 30، باز بالای 2 15، باز بالای مثلا 2 نمیشه 3، 5 3 15، باز بالای 5 1. صحیح شد؟ در اینجا ما شما اعداد اردوش چی کردیم؟ تجزیه کردیم. پس عدد اول که 80 بود چی برآمد؟ نشته میکنیم که 1 2 3 4، 4 دانه 2 داره، 2 بنمای 4 ضرب چند؟ ضرب 5. صحیح؟ یعنی 5 بنمای 1. و 120 که هست 3 دانه، یعنی 120 دانه شده میکنیم، 3 دانه 2 داره، یعنی 2 بنمای چند؟ 3 ضرب 3 و توان 1 ضرب عدد چند؟ 5. اینه به شکل. اولین مرحله چی بود دوستای عزیز؟ براتان گفتم که باید عدد چی کنیم؟ تجزیه کنیم. اونو تجزیه شکردیم، تجزیه خلاص شد. مرحله دوم دوستای عزیز ای هست، گفتم که عددی که مشترک است خردشه بگی. اینا دو در دویش است، دو ده اینجا ماست، دو ده اینجا ماست. میبینید توان اینجا 4 است، اینجا توان 3 است. پس عددی که خرد سوره میگیریم، دو بنمای چند؟ 3 است. 5 است اینجا، 5 اینجا ماست، 5 هم 1 5 میگیریم. 3 در دویش نیست نمیگیریم، گفتیم چیزی که مشترک نباشه نمیگیریم. پس حال نشته میکنیم، اینا دو بنمای 3 رو یاد داریم، 2 2 4 4 2 8، 8 ضرب 5، 8 5 40. جواب سوال ما شما مصیبه چند میبره؟ مصیبه 40 میبره. این طریقه یعنی بسیار آسان. این شما فهمیدین نه؟ این به طریقه آسانلش میکنیم. مثلا یک سوال دیگه هم کار میکنیم، میگه HCF اعداد مثلا چند تا بگویم؟ 120، 50، 200 و 300. یک سه عدد است، میگه GCD از یارا پیدا کنیم. ما شما چی میکنیم؟ بسیار ساده یارا میکنیم. اول از 50 رو میگیریم، تجزیه میکنیم، بالای 2 میشه 75، دیگه بالای 2 نمیشه، بالای 3. 2 3 6 1 شبه بوده 5 3 15، بالای 5 یعنی 1 5 5، باز بالای 5 1. صحیح شد. 1 50 تجزیه شد. دوم میم به 200، 200 هم تجزیه میکنیم دوستای عزیز. بالای 2 100 میشه، باز بالای 2 50 میشه، باز بالای 2 25، بالای 5 5 و بازم بالای 5 1. آمدیم سر عدد 300. عدد 300 تجزیه میکنیم، بالای 2 150، باز بالای 2 75، باز بالای 2 نمیشه، بالای 3 2 5 2 3 6 1 شبود 5 3 15 25، باز بالای 5 5، باز بالای 5 1.
اعداد ارزش تجزیه نشته میکنیم 150 را چند نشته کنیم 150 را میگیریم یک دانه دو داره یک دانه سه داره و دو دانه پنج داره اه پنج مربع اینجا 200 که 3 دانه دو داره دو بنه مای 3 ضرب دو دانه پنج داره پنج بنه مای 2 میم ده اعداد اینجا در بین از این سه عدد مثلا 300 300 که از دو دانه دو داره دو بنه مای 2 و یک دانه سه داره سه دو دانه پنج داره پنج بنه مای 2 ده اینجا اعداد تجزیه شد سیس اعداد که وقت تجزیه شد آل میایم دیا مشترک میبینیم اعدادی که مشترک از دوستای عزیز مثلا دوا میتونیم خردشه بگیریم گفتیم عدد خردشه میگیریم کی را میگیری دوستای عزیز مثلا در بین دو دو مکعب و دو مربع دو را بگیریم دو ضرب سه در کلش نیست نمیگیریم پنج در کلش است پنج مربع در کلش یک رقم است پنج مربع را میگیریم یعنی دو ضرب پنج مربع 25 دو ضرب 25 جوابش 50 جواب سوال ما شما چند شد 50 یعنی 50 عبارت است بزرگترین قاسم مشترکی اعداد است سیز به این شکل دوستای عزیز اعداد تواندار راسم دادم میتونم مثلا تر تزده شده باشم یک عدد میتونم مثلا دو بنمای 40 سه بنمای 73 ضرب پنج بنمای 60 پایین میگم مثلا دو بنمای 37 سه بنمای 80 پنج بنمای 79 ضرب شش بنمای مثلا شش نمیاره هفت نمیاره داده اولیه باشم 41 سیز و در پایین نشته میکنه دو بنمای 20 سه بنمای 100 و پنج بنمای 40 و مثلا چند 11 بنمای 60 در بین سی عدد با ما بگوین که بزرگترین قاسم از یا چیست ما شما چی میگیم گفتیم اول تجزیه خود تر تجزیه هستن خیلی غرض نگی دوم چیزی که مشترک از خورده شده بگی دو بنمای 40 دو بنمای 30 دو بنمای 20 از کلش که خورده دو بنمای 20 میگیریم ضرب سه بنمای 73 سه بنمای 80 سه بنمای 100 73 از کلش که خورده است 73 شده گرفتیم ضرب 5 در کلش است 5 بنمای 60 79 40 5 بنمای 40 شده میگیریم دیگه 7 در کلش نیست 11 در کلش نیست حلقه نمی کنیم امی عددی که است عبارت از بزرگترین قاسم مشترکی اعداد است یعنی به این طریقه هم میتونید دوستان من بعد طریقه سیوم روش سیوم چی رقم است روش سیوم دوستان نامش میمونه مثلا نوشته میکنیم دریافت GCD با روش نوشته میکنیم با روش جدول دریافت GCD به طریق جدول چی رقم از دوستای عزیز؟ در این طریقه میگه هر عددی که چند دانه برتان داده شده امی هر 3, 4, 5 دانه چند عددی که هست امی کلش در یک وقت تجزیه کنیم یعنی در یک و همزمان تجزیه کنیم و تجزیه طوری کنیم که امی کل عددی که داده شده بالای یک عدد باید تجزیه شوه ایتو نشه که یکی شوه دیگه ایش نشه باید کلش تجزیه کنم اگه تو عدد پیدا نکردین بله پشت عدد دیگه بره پشت عدد دیگه اگه هیچ پیدا نکردین اونجا استاد میشین استاد که شدین یعنی اعدادی که اینجا مثلا به شکل تجزیه آمده چند عدد که هست امیر ضرب کنین جی سی دی رو برتون میده ببین نفهمین سکرت برتون بگیم سکرت دوستای ببینین مثلا با ما میگه جی سی دی اعداد مثلا 40 60 و 80 در یوبی سه عدد سه گفتم اولین کاری که میکنه اعداد ارسی شده یک وقت تجزیه کنین ارسی شده مثلا 40 بگیرین 60 بگیرین 80 یه خطی تو یه خطی تو عدد را پیدا کنین که ارسیش پوره تقسیم شه مثلا دو کلش بالای دو میشه یعنی 20 ان سی ان چند 40 دو عدد مثلا بازم بالای دو این چند میشه این 10 این چند میشه این میشه 15 این چند میشه این میشه 20 باز بالای دو میشه نه دو دانه میشه این نمیشه خیلی نمیکنی بالای سه این میشه دو دانه نمیشه بالای 5 ارسیش میشه خیلی دو 5 این سه 5 این 4 5 سه دیگه تو عدد نداریم دوستای عزیز که در یک وقت ارسیشان مثلا دو سه چهار بارش بره یک کس اما یک مارا نمیته دیگه دیگه ای تو عدد نداری که مثلا دو بگویم اگه تو بگویم دو چهار بارش میشه اما سه نمیشه سه بگویم میرد و پس عدد نیست خیلی که عدد نیست اینجا استاد میشین عدد رو ضرب میکنی این عدد رو ضرب خلاص بهترین طریقه همیست که همیشه از این استفاده میکنیم مثلا دو ضرب دو ضرب پنج دو دو چهار چهار پنج بیست بیست عدد بیست عبارت از بزرگترین قاسم مشترکش است یا بخور رسیده نه مثلا دیگه عدد براتون میگم دوستای عزیز مثلا میگم جی سی دی اعداد چند بگویم مثلا 100 150 و 200 ارزش برام پیدا کنید ساده احتیاج وقت تجزیه کنید 100 نشته کنید 150 نشته کنید 200 نشته کنید بالای کلش بالای 2 این 50 میشه اینجا 75 و اینجا هم 100 دیگه تقسیم نمیشه نه دیگه عدد نداریم که مثلا 2 نمیشه بالای 2 نمیشه بالای 2 نمیشه 3 چطور 3 نه این دو دونه بالای 3 نمیشه بالای 5 چطور 5 میشه نه میگم 1 5 5 0 و اینجا چی میگیم؟ یک پنج
و دو شون پنج پنج بیست و پنج. باز بالای چند است؟ پنج. دو پنج ده صفر. بازم بالای پنج میشه پنج. میگم اینه دو پنج ده، سه پنج پانزده، چهار پنج بیست. دیگه عدد نیست. عدد که نیست همی را ضرب کنیم. میگم جی سی دیش مسئله با چند است؟ جی سی دیش من دو ضرب پنج، ضرب پنج. مسئله دو پنج ده، ده پنج. چند میشه؟ پنجا. عدد پنجا عبارت از چی است؟ جی سی دی از یه عدد است. که بخوان شر رسیده نه آسان طریقه است. کل سوالی که مثلا کتاب و کتان است سوال دیگر یک دانه کار کنید که طریقه را یاد بگیرید. این طریقه دیگر دمیشه سوال که براتون جی سی دی داده میشه همی بهترین طریقه است که سوال دمی حل کنید. سعیز این را فهمید انشاءالله دیگه سوال ها میشن. یک گپی دیگر هم یاد داشته باشین دوستای عزیز که مثلا براتون بگه تعداد قاسم های مشترک. تعداد قاسم های مشترک یعنی مثلا ما اینجا عدد نشته کردیم، عدد نشته کردیم 40 60 است 80 است و بزرگترین قاسم مشترکش هم چند شد؟ 20 شد. تعداد قاسم های مشترک چی مونه؟ یعنی چند عددی است که ارس 4 اش بالش پور ارس 3 اش بالش پور تقسیم میشه. مثلا که پیش دریافت تعداد قاسم ها یک عدد پیدا میکنید، یک عدد به چند قاسم داره، حالا اینجا میگم چند داره مشترک داره. بسیار آسان پیدا میکنین. اول میریم بزرگترین قاسم مشترکش پیدا میکنین. پیدا شد امی عدد ببینید که چند دانه قاسم دارن. امی عدد هر چقدر قاسم که داشت و عرصهش هم اما قدر قاسم دارن. یعنی این جالبه این 20 میگیری عدد 20 عدد 20 میگیرین تجزیه میکنین. چی میکنین؟ تجزیهش میکنین. مثلا نشته میکنین بالای 2 ده میشه، باز بالای 2 چند میشه؟ 5. باز بالای 5 نشته میکنین کدام عدد است؟ 2 مربع ضرب 5 برای ما 1. تعدادش تو پیدا میشه، یعنی جمع 1 میگیریم. 2 جمع 1 ضرب که تزیم 1 1 جمع 1 مساوی میشه. 2 جمع 1 3 ضرب 1 جمع 2 1 جمع 1 2 2 3 6 6 دانه قاسم چی داره؟ مشترک داره. یعنی 6 عددی است که هم 40 بالش پورا تقسیم میشه، هم 60 بالش پورا تقسیم میشه، هم 80 بالش پورا تقسیم میشه. سعید و سعیدیز به این طریقه ما میتونیم دوستای عزیز که بزرگترین قاسم مشترک چند افاده را پیدا کنیم. امیدوار هستم که یاد گرفته باشین و بعد از اینکه کتابچه را قفل بند کنین خلاص شد دیگه. نه، حالا کتابی که دارین رو باز میکنین دیگه سوالکاش دانه دانه کار میکنین. تا که ریاضی را کار نکنین زحمت نکشین ریاضی یاد گرفته نمیتونین. ریاضی مضمون عمل است، کار باید کنی، زحمت بکشی تا خوب حوصله پیدا کنی و سوالا رو زیاد کار کنی دیگه. دوستای عزیز این بود درس امروز. خدا کنه چیز یاد گرفته باشین. روز خوش. پناهتون بخیر.